خب مراسم قرعه کشی رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی جهان در بلگراد صربستان برگزار شد و نمایندگان ایران رقیبان خود را شناختند. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور که برای پوشش این رقابت ها به بلگراد سفر کرده. مهدی، فرنگی کاران ایران با چه قرعه هایی مواجه شدند؟ درود مهدی جان. حال و هوای عجیبی حکم فرما بود در سالن تمرین رقابت ها و شروع رقابت های قهرمانی جهان، خصوصا برای تیم ایران که هم در آزاد و هم در فرنگی دایره کسب عنوان قهرمانی رو داره و روز اول بسیار مهمه که این بچه‌ها در چهار وزن که مهدی قرعه هاشون هم میشه گفت که قرعه های خوبیه و پویا دادمرز که اشاره کردی در گام اول با حریف ترکیه روبرو میشه، محمد رضا مختاری که از امیدهای تیم ایرانه با برنده جمهوری چک و فرانسه رویارو خواهد شد، علی گرایی کاپیتان تیم ملی ایران در برابر حریف کرواسی قرار میگیره. در همین سالن تمرین یکی از پوشک‌ها کاملا در اختیار تیم ایران بود و آخرین توصیه ها از کادر فنی از جمله به ناصر علیزاده دیگر نماینده ایران که در گام اول باید با مینگوتسی از ایتالیا کشتی بگیره. یعنی بچه‌ها اگر گام اول که کشتی‌های سبکی هم هست به سلامت عبور کنن، در اصطلاح بدنشون با تشک اخت میشه و با روحیه شرایط و وضعیت کاملا مساعدتری ادامه مسابقات رو پی میگیرن تا بتونن به یکی از سکوها در وزن خودشون دست پیدا کنن. مهدی، حالا به کشتی فرنگی اشاره کردی، وضعیت کشتی آزاد چگونه است؟ در روزهای آینده آغاز میشه، ولی کوتاه برامون در مورد کشتی آزاد هم بگی، میریم سراغ ادامه داستان‌های کشتی. خب دقیقاً مثل کشتی فرنگی در کشتی آزاد هم ایران دایره کسب عنوان قهرمانی داره، به ویژه در غیاب تیم قدرتمند روسیه که مثل همه رشته‌ها در این مسابقات محرومه و نمیتونه شرکت کنه، عرصه کاملا در اختیار ایران و آمریکاست در کشتی آزاد. و مهدی، یک نکته دیگه این که رئیس فدراسیون کشتی ایران آرای لازم برای عضویت در هیئت رئیسه اتحادیه جهانی کشتی رو به دست نیاورد. آقای دبیر گفته که هیچ هزینه نکردم و میدونستم که شانسی هم در انتخابات ندارم. اگر شانس نداشته چرا شرکت کرده و ماجرا چیه؟ خب تصور این بود که با توجه به علارغم اینکه ایران سرمایه‌گذاری مالی نکرد برای رأی آوردن، ولی خانه کشتی ایران محل حضور کشتی ایرانی از همین صربستان، خب صربستان رأی داد به علیرضا دبیر، سوریه رأی داد، عراق رأی داد، اتریش رأی داد، مجارستان کشتی ایرانش اومدن در خانه کشتی ایران چون مجموعه مجهزیه، این اردو رو مهمان ایران بودن، اونا هم رأی دادن، ولی 25 تا رأی کافی نبود. واقعیت اینه که نکشتی کل ورزش ایران در مجامع جهانی طرد شده و جایگاهی نداره، از لابی ها به دور، مناسبات منطقه‌ای قدرتمندی نداره و به همین خاطر کاملا پیشبینی میشد که او رأی نیاره، در حالی که مهدی بقیه کشورهایی که رأی آوردن هیچکدوم جایگاه کشتی ایران رو ندارن. ولی خب به هر حال نظام جمهوری اسلامی در عرصه ورزش هم مثل سایر حوزه ها جایگاهی در عرصه‌های جهانی نداره و میدون نمیدن طبیعتا به نمایندگان ایران و این کرسی که پیش از انقلاب سالهای متمالی سرلشکری زد پناه، سرهنگ دفتری، پروفسور حمیدی، دکتر محمد توکل در اختیار داشتن، این اواخر هم رسول خادم برای مدتی رو این کرسی رو در اختیار داشت اما از دست داد و ایران الان نه تنها در اتحادیه جهانی کشتی نماینده ای نداره، بلکه در سطح آسیا هم ایران کرسی قدرتمندی نداره. این واقعیت کشتی ایران در مجموعه بین‌المللی. میتی خیلی کوتاه برامون میگه که چه اهمیتی داره حضور در اتحادیه جهانی کشتی و این گونه مجامع جهانی، حالا چه جهانی چه در سطح آسیا. شاید یکی از مهمتریناش مسئله داوریه که وقتی که یک نماینده ای اونجا باشه میتونه پیگیری کنه، میتونه داورایی که هدفمند سوت میزنن رو جلوشون رو بایسته، اجازه نده اونا قضاوت کنن، از حق رأی خودش استفاده کنه. ولی وقتی نماینده ای نباشه، هر تصمیمی آن سوی دیوارها اتخاذ میشه، ایران بی اطلاعه و گاهی اوقات هم خوب از این بابت لطمه خورده و این سلسله همچنان این دور باطل برای کشتی ایران و به طور کلی برای ایران ادامه داره. ممنونم ازت مهدی رستم‌پور، در روزهای آینده همراه خواهیم بود باهات از بلگراد صربستان و مسابقات کشتی. سپاسگزارم.